بعد خب مثلا یه جوری هست که تو میتونی انتخاب کنی که مثلا با همم چه گروسنی ترجمه میخوای کار کنی. از بچه های کوچولو کوچولو میگم مثلا اول دبستانی هست و اون بالا. من یه گروهی رو گرفتم که بچه هایی بودن که خارجی بودن و تازه وارد آلمان شده بودن. خب مثلا جالب بود برام که جز یعنی در واقع گروه سنیشون خیلی متفاوت بود، چون اینا با میمدن اول بیان یکم آلمانی یاد بگیرم شما من دنیا دست که. و حالا میخوام اینو بگم اون بچه ها، حالا ماها چون خودمون خارجیم اشکال نداره با هم بگیم کسی ما رو متهم نکن. اون بچه ها رو میدیدی چقدر معدب بشین بس کن گفتگو کن تا برشون جدی. این بچه ها میبی روانی کردن من، یعنی نمیشد بگیریشون اصلا. اون برای خوش میرخصیدی از این برای دنیا، یکیشون بود مثلا بنده خود بچه جدی بود، ولی خب باز چون تفاوت سنی زیاد بود در واقع من حالا فضا رو بردم به تغییر انسان تو پروسه زندگیش، یعنی از اون بچه کوچولویی که داشتم مثلا اون کودکیش بود تا بزرگ استفاده کردی تو دیدت. آره این از نظر ورکشاپ اینا این بود. من حالا یه ورکشاپ دیگه هم بود که بگم که بعد دیگه حالا برگردم رو اجرای خودم، که یه کار دیگه هم بود که حالت ورکشاپ بود که توی آکادمی کودکان من انجام میدادم با یه آقای دیوید نامی که یک امریکاییه که اینجا کار مجسمه سازی و نقاشی و اینا میکنه، و ما مثلا با هم با بچه هایی که حالا تلفیقی بود هم خارجی هم آلمانی باشون یک نمایشنامه خیلی یک نمایش کودکانی که خیلی مثلا معروف و خیلی شناسه اینجا کار کردیم، کنفرانس حیوانات مثلا خیلی چیز بحث سیاسی و خیلی هیچ تو مایه مزرعه حیوانات، ولی خب متفاوت از اون. خلاصه اون رو مثلا باز با بچه ها کار کردیم، یه جای همونجا رفتیم که اون هم مثلا اون ولی مثلا پروسه طولانی بود، مثلا 6 ماه اینا کار میکرد. خب این از بخش اینجوری بود، ولی خب توی اجرای تئاتری من از در واقع حالا بازگشت کنیم به همون اجرای اولی که من داشتم تو که اپیزودی بود، من همون موقع یه اپیزودی رو تعریف کردم. مثلا اینجوری بود که هر کدوم از افراد با یکی از در واقع با گفتم با یه شخصی میشه صحبت میکنم، مشکلاتشو مطرح میکنم. مثلا من اونجا فکر کردم که خب نه لزومه که نباید که یه آدمی ببریم، مثلا آدم میتونه با مثلا سگش ارتباط داشته باشه خیلی جدی و خیلی فلان، و غیر از اون و مهمتر از همه واسه ما ارتباط با گوشیش داشته باشه و یه ارتباط خیلی جدی و ارتباط خیلی نزدیک خیلی صمیمی. و این حالا به گونه استارت اینی شد که در واقع پیشنهاد هم مسئول کمپانی این بود که حالا اینو اصلا از این کار بذار کنار و اینو کار میکنه. و توی راستای پیشرفت حالا این ایده اولیه یک مونولوگ 1 ساعته من نوشتم، یعنی کار کردیم که برمیگشت به زندگی و شرایطی که خود من داشتم، که اتفاقا تو یادت میاد که توی دوره که من یادت موبایلم خراب شد. خب من تو برای موبایل 100 بار به من زنگ زدی. آفرین. حالا ببین اتفاق همین، میدونی میخوام اینو بگم، دقیقا من بعد از این به این فکر کردم که من موبایلم فقط یه ذره شارژ نمیشد. خب من چنان فریک زدم که خدای من نشود که این گوشی از کار بیفته و من بی گوشی باشم. خب همه برام اصلا یه جرقه خورد که آقا چرا اینقدر مثلا گوشی حالا یه شب نباشه. امروزه ها من میتونم این کارو بکنم بگم نباشه حالا 3 روز نباشه، ولی اون زمان من انقدر وابسته به گوشیم بودم. خب به دلیل حالا تنهایی اول مهاجرت، مثلا مسائل وابسته به ایران، اکثر به همه چیز آدم زندگیش که خب تعریف نشده. من حالا میگم ما سویش کردیم 2018-19 دیگه، هیچی اونجا تعریف نشده، هیچ کدوم این کارا نکرد اصلا. خب بعد این حالا اتفاقمون ایده اولیه بود که این متن نوشته بشه.
طبیعتا یه سری مسائل دیگه کنارش وجود داشت، مثل مسئله مهاجرت، مثل تنهایی که ما داشتیم، و به طور کلی آدمی که از جامعهش ایزوله میشه، یعنی اون ایزولی که میشه، جدا میشه، حالا به هر دلیلی، میتونه حالا میتونه من مهاجر باشه که از طریق جامعه مثلا پس زده میشم، یا میتونه اصلا کسی باشه که افسردگی داره، نمیخواد تو جامعه جا نمیشه، یا به هر شکلیش. و من در واقع تلاشی کردم تو این کار که این فضا رو توصیف کنم، به آدما بگم آقا ببینید که مثلا وضعیت اینه. من نوعی باز جز آدمای وضع خوبی بودم، خب از چه جهت، حالا دلیل نمیگم، از این جهت که به هر حال من زنم، تو جامعه راحت‌تر ارتباط با من گرفته میشه، از سوی حالا اون نگاه حالا مثلا خارجی فلان نبوده، بالاخره من آشناهای اینجا داشتم، مثلا دایام اینجا، بالاخره همه این حرفو بود. ولی مثلا من یه تصویرای یه وقتایی همینجوری تو ذهنم میاد که هنوزم میاد، واقعا خیلی ناراحت هم میکنه. مثلا این که دیده بودم، حالا شاید تو هم دیده باشی این فیلم ها، که مثلا یه فیلم پخش میشد که یک سیاه‌پوستی چوب دستش گرفته بود، آره، و دم یک سازمان اداری آلمانی گرفته بود که تمام این شیشه ماشینا رو با چوب می‌زد، اصلا دیوونه شده بود خیلی. من ببین، من خودم اگه اونجا بودم شاید منم می‌ترسیدم، همه ترسیده بودن، خب همه میگفتن این چه خلوچلیه. ولی من از این نگاهی همیشه نگاه کردم که بابا این بدبخت می‌خواد شنیده شه، می‌خواد دیده شه، آره اصلا میخواد دیده شه، میخواد شنیده شه، اصلا این وضعش بدبخت خرابه، از همه جا افتاده، از زندگی بیکسه اینجا به جای، خیلی میدونی دیگه این شرط. حالا من تو این کار دوست داشت، یعنی علت این که حالا میخوام جواب اینو بدم که چرا مثلا آلمانی، چون من مخاطبم آلمانی بود، من به ایرانی ها چی بگم؟ ایرانی ها میدونن این چیزایی که من میخوام بگم، من میخواستم اتفاقا به آلمانی ها بگم، خب این فضا رو برای اونا روشن کنم. آره، و قطعا هم که چیزی که حالا همچنان هم من روش معتقدم، حالا توی این نظر با هم مخالفی، اینه که من همچنان دوست دارم آلمانی کار کنم که مخاطب بیشتری بگیرم، چون ایرانی هایی هم که هستن حتی هم زمانای من، اینا قاعدتا دیگه آلمانی بلدن دیگه، آلمانی گوته‌ای که صحبت نمی کنم، متوجه میشه هرچی باشه، و خب مخاطب بیشتری میگیرم و اون حرف، اون تلاشی که میکنم خب بیشتر دیده میشه، و خصوصا حالا رو این مونولوگ که خب من دیگه خب واقعا لازم بود که این کار انجام بشه. و حالا این که ما چجوری آلمانی نوشیم که اصلا یه پرسه واقعا طولانی بود، از این جهت که من کارو یا به انگلیسی و یا آلمانی مریض و مثلا کثیف می نوشم، و این بند خدا مسئول کمپانیه که میگم، این میشست به آلمانی زیبا تبدیلش میکرد، یعنی یه فیلم واقعا سخت میکرد. من یه بخش از متنی که می نوشتم شاید به فارسی خیلی مثلا سلیس و زیبا میشد، خیلی خوب بود، ولی اینو اگه میخواستی آلمانی بگی اصلا نمیشد. یعنی اصلا ما یه بخشی مثلا من با اون شوهرم یه بحثی داشتیم در مورد ناز کردن، مثلا یه چهار تا دیالوگ در مورد ناز کردن مثلا رد و بدل میشد، نه ناز این نمیفهمی ناز کردن چی، مثلا میگفت یا حتی تو بعد میگفت آره توی بهم گفتی مثلا آقا مثلا که مثلا زنه فلان میگه نه اینا، بعد گفت خب یعنی رد کرده، گفتیم نه آقا رد نکرد، ناز میکنه، آره داره ناز میکنه، این مثلا میخواد ولی نمیخواد، بعد مثلا یعنی چی میخواد نمیخواد، خب چون آلمانی خیلی دایرکت مثلا مشخص، من ببین یه سری مفاهیم و اینا نمیفهمیدن اون مثلا، یا اون نه. به هر حال بعد تو این تئاترهایی هم اجوهایی که من از اینا دیدم، چه حالا خودم بودم چه نبودم، اینا فضاشون عمدتا شاده،
خب اینا خیلی دغدغه های چیز ندارن، یعنی تهش اگه بخوان کار غمگین بسازن یا حالا یه کاری که یکم فکر توشه میبینی تاریخی میشه. بعد اون فضای من خب مثلا پر درد بود، پر مشکلات بود، اینا خب سخت میشد این که حالا این بخواد بفهمه. ولی خب خدا رو شکر خیلی آدم به شدت صبور و خیلی خودش هم خیلی مشتاق بود که این کار اجرا بره. و ما باز به کمک این من کاری که کردم، من کارو که ساختم به شهرداری من اینو مطرح کردم که من یه کار اینجوری دارم با این موضوعیت، و شهرداری هم اینجا همه ساله یه بودجه مشخصی برای کار فرهنگی و هنری و اینا داره. اینطوری داره. آره، که اتفاقی که افتاد این بود که اینا اومدن به من کمک هزینه، یعنی در واقع مثلا اون بود که آقای شهردار بود بالاترین کمک هزینه چیزی رو دادن به من که برای ساختن کار مثلا کمک هزینه دادن که تو حالا باید داده. آره آره، واقعا کار سختی بود خیلی، یعنی حتی من یادمه که اصلا تا دو روز قبل اجرا من جنرال که داشتیم میگرفتیم یه جوهای بعد آخه خودم هم سخت نمیشه، ما کلن زبانمون هم پیچیده هستی که آدم های ذهنهای مریض و پیچیده داره. بعد مثلا یه جوهای خودم مثلا اون جوهایی که قاطی میکردم توی کار مثلا اینجوری میشه که یارو هی ذهنش مختلف میشه، اینجا میگفت اونجا میگفت اینجا میگفت. این حالا جا داره واقعا قشنگ، اینا یه فرهنگ خیلی قشنگی که دارن توی اجرای البته تو ایران هم تقریبا همینجوری بودن، اینجا خیلی جدی توی اجرای اول دیدیم مثلا تو ایران ما میگفتیم که بذار مثلا یار اجرا داره میگفتم بذار اجرا یکم جا بیفته بعد میاد، ولی آلمانی اتفاقا آشناهای جای اول میان، خب میان که رفقا ساپورتت کنن، خب که اون اجرای اولو بری و مثلا باز که از پارسال یه کاری رو شروع کردیم که در واقع دو تا کار که شروع کردیم که یکیش با همون گروه بود که به خاطر کرونا و اینا استوب شد، چون حالا یکم بچه هم یکی نمیدونم خواست بذاره و یکی میخواست چیکار، یکم اینجوری تعداد خوابش که گفتن حالا میفته برای سال بعد. یه کار دیگه هم داشتیم که باز با همین مسئول کمپانی یه خانم دیگه که حالا اونا یکم حالا حرفه‌ای تر کار میکنن با اونا بود که باز اون تمرینش تموم شد ولی برای اجراش باز خورد به کرونا که سب کردن با سال آینده شد. اینه که اگر حالا در زمینه هنری حداقل من میدونم علاقه ای دارن یا حالا توانایی دارن یا انجامش بدن میگیدی، یعنی ترس این ترس رو کلا بذارن کنار، اینکه نمیشه و نمیتونه همچه حالا ترس از زبان چه ترس از خود آلمانی، نه اتفاقا اینها آدمایی هستن که وقتی ببینن که میخوای و پیگیر هستی خیلی شاید بیشتر از اون چیزی که باید هم بهت شرایطو میدن، یعنی تا وقتی که خودت عقب بکشی اونا کاری بد ندارن، ولی وقتی که بخوای تو مسیرش بری میشه. و من خودم حالا بعد از این تجربه هایی که دارم دیگه خیلی مطمئن شدم که قطعا تو این لاین خواهم موند، یعنی کار میکنم حالا چون طبیعتا هم نظر مالی وضعیت بهتر، حالا طبیعتا یه کار ثابت کنارش خواهم گرفت چون من همچنان دوست دارم که با کمپانی‌های مستقل کار کنم به دلیل حالا استقلالی که دارن، به دلیل تنوعی که تو کارشون هست و خب تو خیلی خب خیلی متفاوت و طبیعتا من دوست دارم اینجوری کار کنم و خب کار با اینا از نظر مالی خیلی شاید زیش چیز نیست، مطمئن نیست به اندازه اون شکل، ولی من حالا همین الان هم مثلا تو فکرم که یه کار دیگه ببندم، یعنی چه حالا با اون گروه کار کنم هم خودم حالا مستقل بتونم کار کنم و خلاصه که سفره تریم دمت گرم که این ایده رو پیاده کردی و لذت بردم. مرسی از شما و تو و بقیه دوستانی که قبول میکنن میان تو این لایو و میتونیم با همین گفتگوها رو بکنیم. شیده جان بیشتر از این مزاحمت نمیشم، شب بسیار خوبی داشته باشی. قربونت عزیزم، قربونت. ممنون که وقت گذاشتی.